همه چیز درباره محسا امینی و روایت های در مورد روز حادثه و مرگ محسا با ما همراه باشید جزئیات حادثه و روایت های متفاوت از افراد مختلف رو در مورد مرگ محسا امینی میشنویم سلام سلام چطوری رفقا به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید امیدوارم حالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه محسا یا جینا امینی متولد سی شهری بر ماه سال 1379 شهروند 21 ساله ایرانی بود که در 22 شهری ور ماه 1401 بعد از دستگیری از سوی گشت ارشاد در تهران در اثر ضربات معموران گشت و پلیس امنیت اخلاقی دوچار شکستگی جمجمه و مرگ مغزی شد محسا امینی سه روز بعد در 25 شهریور ماه 1401 بر اثر شدت جراحات ناشی از ضربات وارد شده در بیمارستان کسرای تهران درگذشت. مرگ اون موجب بروز واکنش ها و اعتراضات گسترده در نقاط مختلف ایران و جهان شد. واکنش ها به کشته شدن او در شهرهای ایران و فضای مجازی ش... سبب شدش که هشتگ فارسی هشتگ محسا امینی با گذر از مرز 300 میلیون توی چند روز به ترند اول جهان تبدیل بشه و حتی رکورد جهانی تاریخ توییتر رو هم بشکنه قتل او زمین ساز قیام گسترده علیه نظام جمهوری اسلامی در ایران شدش اما در مورد جزئیات حادثه‌ای که برای محسا امینی افتاد، روایت‌های زیادی نقش شده که خب هر رسانه‌ای بسته به سیاستهای خود به نوعی ماجرا رو روایت کرده. ولی روایتی که نزدیکان محسا گفتن این بوده که محسا امینی دختر 22 ساله اهل سقز در زمانی که برای مسافرت به تهران اومده بود، در عصر روز سه شنبه 22 شهریور 1401 در نزدیکی ایستگاه مترو شهید حقانی توسط گشت ارشاد به دلیل بدهجابی بازداشت شده بود اونجا محدوده پارک آب و آتش و پارک طالقانی هستش که معمولا همیشه بن گشت ارشاد اونجا حضور داره و افراد رو بازداشت میکنه در لحظه بازداشت محسا برادرش کیارش امینی هم همراه اون بود در بازداشتگاه اتفاقاتی رخ داد که خب جزئیاتش پنهانه ولی خب روایت های متضاد در مورد اون گفته میشه که درگیری بین محسا و ماموران پلیس امنیت اخلاقی اتفاق افتاده و بر سر ضربه و آسیبی که به سر محسا وارد شده اون بیهوش میشه و همین موجب انتقال اون به از بازداشتگاه به بیمارستان کسرا میشه که نزدیکترین بیمارستان به بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی بود در این باره پلیس تهران در اطلاعیه مبهم تایید کرد که زنی به بیمارستان منتقل شده و به کما رفت و دلیل اون رو هم سکته قلبی عنوان کرده همزمان خبر بازداشت و به کما رفتن اون در شبکه های اجتماعی خبری خیلی سریع وایلار شد و پوران نازمی فعال مدنی از افرادی بود که از پلیس ایران درخواست کرد که هر چه سریعتر ویدیوهای دوربین مداربسته بازداشتگاه رو منتشر بکنن تا ببینیم ماجرا چی بوده در این مدت خبرهای ضد و نقیزی از علت جان باختن محسا امینی منتشر میشد سرانجام خانواده محسا امینی مرگ اون رو تایید کردن و انتشار این خبر بیش از پیش واکنش و خشم عمومی رو برانگیخت بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی و چهره های سرشار فرهنگی هنری و ورزشی و خیلی از سلبریتی انتقاد و اعتراضشون رو نسبت به این ماجرا اعلام کردند مراسم خاکسپاری محسا امینی هم یک روز بعد از اعلام خبر درگذشتش با حضور مردم در وضعیت کاملا امنیتی در آرامستان آیچی سقز برگزار شد توی شرایط که خیلی موانع برای خاک سپاری ایجاد شده بود از جمله بستن راه های منتهی به آرامستان و همینطور قطع اینترنت در کل شهر سقز ولی با تمام این محدودیت ها جمعیت زیادی به این شهر توی اون روز رسید و مراسم خاک سپاری با شکوه زیادی برگزار شد اما بریم سراغ روایت های مختلف در مورد مرگ محسا امینی چند از افرادی که خودشون از بازداشت شده ها بودن و توی اون ونی که حالا از گشت ارشاد محسا امینی رو گرفته بود حضور داشتن مصاحبه انجام دادن و گفتن که خشونت فیزیکی و ضرب و شد، که توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی اتفاق افتاد علت اصلی مرگ محسا مونه. اونها حتی شکستگی جمجمه محسا رو هم تایید کردن و گفتن که بارها با باتون به سر اون ضربه زده شد. همچنین اونها اعلام کرده بودند که مهسا رو خیلی دیر به بیمارستان رسوندن و از لحظه ای که بیهوش شد تا لحظه ای که آمبولانس اومد زمان زیادی طی شد. اما خب پلیس روایت متفاوتی رو ارائه میکنه و سخنگوی پلیس گفت دو روز بعد از ادعای سکته مغزی و حمله قلبی محسا امینی در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی خیابون وزرای تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی زمن رد بدرفتاری با محسا امینی اخبار و ادعاهای رسانه معاند رو دلیل این حاشی هایی که ایجاد شده خوند و گفته بودش که واکنش کاربران شبکه اجتماعی هم یه سناریوی تکراری هستش که علیه جمهوری اسلامی و پلیسش اتفاق افتاده اما پدر محسا امینی با اشاره به آزار آثار شرب و شد در بدن دخترش در جاهای مختلف ادعای پلیس رو رد کرده بود و گفته بود که دخترم هیچ گونه مشکلی نداشت و من خودم بالا سر جسد اون رفتم و آثار کوفتگی، کبودی و شکستگی رو توی جاهای مختلف بدنش تماشا کردم. من به همه میگویم که درخواست رسیدگی دارم. دیگر بستگان اون از جمله دایی مهسا هم با تایید این قضیه کل صحبت پلیس رو تکذیب کردن و گفتن که پلیس ایران قاتل اصلی محسا هستش و تا آخر هم پای پیگیریاشون هستن و از همه شکایت میکنن مادر محسا امینی هم با صحبت هایی که انجام داده بود گفته بود که پلیس فرشته من رو کشت پزشکی قانونی جمهوری اسلامی هم 21 روز بعد از مرگ محسا امینی اعلام کرد که علت مرگ اصلا اصابت ضربه به سر و اعضای اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده پزشکی قانونی ایران گفت که با توجه به بیماری زمینه ای که محسا امینی داشته توانایی لازم جهت جبران و تطابق وضعیتش ایجاد نشده و واسه همینم هم از دنیا رفته و علت اصلی مرگش اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خونش و متعاقبا هم کاهش سطح هوشیاریش بوده که همینم هم باعث شده احیای قلبی تنفسی خیلی مؤثر نباشه و تو لحظات حساس به بیمارستان نرسوننش و متاسفانه دچار مرگ مغزی بشه پوشش خبری به کما رفتن امینی از سطح شبکه های اجتماعی و رسانه های خارج از ایران وارد رسانه ها و خبرگزاری های رسمی داخلی و خارجی شد تا که تمام رسانه های جهان خبر مرگ محسا امینی رو کار کردن حکومت ایران هم در تلاش بودش که فضای خبری جان باختن اون رو در اختیار بگیر و نظام قضایی اجرایی قانونگذاری و امنیتی ایران رو در قبال این حادثه پاسخ خوب و حساس نشون بده تا حکومت و رسانه های حکومتی قدرت کنترل ابعاد و پتانسیل این رویداد رو نداشتن و نتونستن افکار عمومی رو قانع بکنه و همین باعث شد که سیل خشم و اعتراض عمومی مهار نشده بمونه و همین اعتراضات توی ماهای بعد دنبال دار پیگیری بشه صالح نیکبخ وکیل مدافع خانواده محسا امینی هم در شیش مهر اعلام کرد که والدین محسا از عاملان دستگیری او شکایت کردند صالح نیکبخ همراه با علی رضایی وکالت اولیای دم پرونده محسا امینی رو بر گرفتن و علیه افراد مختلف از جمله مامورانی که حالا توی پلیس امنیت اخلاقی به محسا امینی حمله کرده بودند طرح شکایت کرد مراسم چهلوم و محسا هم به صورت کاملا امنیتی برگزار شد و حتی خانواده درجه که محسا از جمله پدر و مادر و برادرش اجازه حضور تو این مراسم رو نداشتن باز هم اینترنت شهر سقز قطع شد و با این حال باز مردم پرشور تو این مراسم هم حضور داشتن مرگ محسا امینی و هواشی و اخبار مربوط به اون مثل جرقه ای بودش که شروع یه خیزش و انقلاب توسط مردم رو رقم داد تا اینکه الان بعد از گذشت بیش از یک سال همچنان جنبش ادامه داره و مردم به بهانه برگ محسا امینی اعتراضاتشون رو برای گرفتن حقوق اولیهشون ادامه میدن حتما نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید